برای اینکه بتونی از رویت بهتر استفاده کنیم با سخت افزار لپتاپ یا پی سی تون، یه سری تنظیمات رو باید انجام بدید. خب لپتاپ من گرافیکش AMD هستش و میتونید پنل AMD کاتالیستتون رو باز کنید، در مقصد رویت رو بهش بشناسونید و اینکه تنظیمات گرافیکی براش انجام بدید که توی آموزش ها راجع این مسئله توضیح دادم خدمتتون. یه حالتی هستش که گرافیک دستگاه شما انویدا جی فورس هستش. برای این کار، برای حالتی که گرافیک دستگاه شما انویدا جی فورس هست، حالا بستگی داره که لپتاپ یا پی سی باشه دستگاهتون، میتونید از تنظیمات کنترل پنل انویدا استفاده کنید. برای اینکه به این تنظیمات دسترسی داشته باشین، راست کلیک میکنید رو صفحه، این گزینه انویدیا کنترل پنل رو میزنید، به این صورت یه صفحه پیش فرد که تو این تب میتونید تنظیمات مربوط به محاسبات گرافیک رو مشاهده کنید. امبیت اوکلوژن مربوط به نورپردازی محیطی و سایه اندازی، استفاده از کوداکور که مخصوص کارتای گرافیکی کوادرو هستش و تعدادی از کارتای انویدیا جی فورس و مباحثی که مربوط به تنظیمات گرافیکی میشه. من سرعت این فیلمی که گرفتم رو تندتر میکنم که بتونیم با هم زودتر بررسی بکنیم مسئله رو. ببینید شما میتونید ست بکنید که چه توانی از سیستمتون در اختیار درناسه رویت قرار بگیره. میتونید جزئیات پردازش گرافیکی رو ست بکنید، مثلا یکی از موارد آنتیالیزینگ مربوط به تیز گوشه کردن یا کرف شدن احجامیه که حالت دایره یا کرف دارن، ولی خب تو واقعیت چون به صورت پیکسل مثلث دیده میشن، این آنتیالیزینگ میاد این گزینه تیلت پروتکشن هم این گزینه ببخشید تیلت اپتیمیزیشن هم مربوط میشه به خاصیت سی پی یوتون. مثلا بفرض سی پی یو شما 4 هسته ای هستش و تیلتی که اینجا مشاهده میکنید تعداد هسته مجازی سی پی یو هستش که حالا این یکی از قابلیت سی پی یو اینتل هستی که میتونه پردازش سنگین تری انجام بده، یعنی قدرت رو تقسیم میکنه که به فرض چند تا باکت همزمان رندر بگیره، چند تا کار همزمان انجام بده. ببینید شما میتونید از این قسمت منیج بیاد توی انتخاب نرم افزاری که حالا مد نظرتون هست. به فرض اینجا من اتودسک رو توی این سیستم بهش نسبت دادم، اد کردم نرم افزار اتودسک رو و تنظیماتی که مربوط به گرافیک بوده رو براش پیاده کردم که حالا این قسمت level of detail مشخص است. البته ما یه LOD هم توی بحث بیم داریم که اون به معنی سطح توسعه ما یه level of development هستش که شما میتونید مثلا این بحث پرفورمنس سیستمتون رو از اینجا تنظیم بکنید. یه راهی هم که هست حالا واسه اد کردن نرم افزار رویت اینه که شما بیاید ببینید نرم افزار مختلف اینجا وجود داره، حالا نرم افزار نویس ورک و اگه مثلا دو تا نسخه روید داشته باشین رو سیستمتون، خب اینجا قابل مشاهده است. شما باید نسخه روید رو اینجا اد کنید که به اسم روید اگزه هست، روید رومر نه، این روید اگزه. حالا برای من همین روید اگزه هستش، تو این سیستم 2019 داشتم و روید رو اینجا اد میکنید. تنظیمات گرافیکی اینجا میتونید براش انجام بدید. این گزینه رو میتونید اینجا ست بکنید که چقدر از منابع سیستمتون اشغال بکنه. گزینه آنتیالیزینگ رو میتونید اینجا ست بکنید. اتینو بیشتر بار گرافیکی روی سیستمتون ایجاد میکنه، یعنی باعث میشه که سیستم قدرت بیشتری برای پردازش بذاره و خب ریسورس کمتری در اختیار شما میمونه برای حالا پردازش نرم افزار رویت. این گزینه پاور منیجمنت
خب طبیعتا اگه رو حالت آپتیموم باشه برق کمتری مصرف میکنه، و رو حالت های پرفورمنس با قدرت بیشتری تحویل میده کار به شما. عرض خدمتتون که این تنظیماتی که داریم درباره صحبت میکنیم مربوط میشه به ارتقای قابلیت گرافیکی نرم افزار ریویت شما، به نحوی که از کل منابع کارت گرافیکی بیشتر استفاده بتونید بکنید، یعنی پتانسیل بیشتری داشته باشه برای کار با ریویت. به فرض فایلتون اگه سنگین باشه ویوپورت خوب نمیتونید بگیرید، بنابراین ما میام از اینجا مثلا از این صفحه برای تنظیم کارت گرافیک دستگاهتون اختصاصی برای ریویت، و یه حالا از سیستم خودتون مثلا به فرض حالا من سیستمم AMD هست گرافیکش، اینجا میتونم ست بکنم که ریویت رو حالت های پرفورمنس اینجا کار بکنه، یا میتونم از گرافیک اینتل HD که حالت اینتگریتد گرافیک هست استفاده بکنم که ریویت با بالاترین کیفیت رام بشه. خب ملاحظه میفرمایید که اینجا شما میتونید در نرم‌افزار ریویت رو اد بکنید تو این لیست تو قسمت پروگرام ستینگ. این هم همون گزینه تیویت هست که عرض کردم خدمتتون. و خب توی مبحث جدا در رابطه با سخت افزاری که نرم افزار ریویت لازم داره، یا نرم افزار اتودسک لازم دارن، اختصاصا حالا نرم افزار ریویت و نویس ورک توضیح میدم خدمتتون که به چه صورت میتونید حالا یه سیستم متناسب با نرم افزار ریویت اسمبل کنید، تهیه کنید و حالا استفاده کنید. این مورد هم عرض کنم خدمتتون. ببینید حالا شما یه موقعی هست مثلا نمیخواید نرم افزار رو آدرس دهی بکنید، چون شاید مثلا نرم افزاری که دارید زیاد باشه و حالا از تنظیماتش حالا آگاهی کامل نداشته باشید. گزینه دیگه که پیش روتون هست، ما میتونیم از همین گزینه دوم نرم افزار رو اد بکنیم و موارد رو حالت های پرفورمنس بذاریم، یا اینکه میتونیم بیام تو این قسمت اول یه صفحه براتون باز میشه. این البته الان فیلم هست چون من استوپش کردم. ببینید شما تو این فیلم ملاحظه میکنید که من الان رو حالت پیشفرض گذاشتم، و اینکه این لبه هایی که واسه این حالت مارک یا آرم انویدیا هستش، میبینید که یه سری جاها خیلی خوب اسموت داره نشون میده و یه سری جاها حالت لبه دار و تیر گوشه داره نمایش داده میشه. برای اینکه شما بتونید کیفیت دستگاهتون رو ببرید بالاتر، باید بذارید رو، یعنی کیفیت نمایشیتون رو ببرید بالاتر، باید بذارید رو حالت کوالیتی، و برای اینکه بتونید پرفورمنس دستگاه رو ببرید بالاتر، باید بذارید رو حالت پرفورمنس که میبینید اینجا سمت چپ پرفورمنس نوشته شده. حالا برای اینکه اون تنظیماتی که مربوط به اد کردن نرم افزار بود و شما انجام ندید، در جا بتونید بیاید خیلی سریع به راندمان بالاتر برسید از نظر گرافیکی، باید بیاید این گزینه رو بذارید رو حالت پایینی، یعنی از پریفرنس شما استفاده بکنه به این شکل که مرسی میفهمید. وقتی رو حالت حالا شما اینو امتحان کنید، چون این حالت فیلم هست شاید مشخص نباشه لبه ها، ولی تو لپتاپ یا PC کاملا مشخصه. این گزینه سوم انتخاب میکنیم که از پریفرنس شما استفاده بکنه. حالت پرفورمنس میاد یه خورده کارت گرافیک و منابعش رو بیشتر اختصاص میده به نرم افزار ریویت، و حالا هر نرم افزار سبودی که ران هست و باز هست، و پردازش و کیفیت پردازش و کیفیت پردازش که قرار هست به دید شما برسه یه خود کاهش میده. از کیفیت فایل کم نمیکنه، فقط از کیفیت چیزی که به نمایش در میاد کم میکنه. حالا مثلا این تکچری که این کف هست، یا تکچری که اینجا استفاده شده، یا حالا سایه و نورش، یا خود کیفیتش میاد پایین تر، اینا تیز گوشه میشه، ولی خب در عوض پرفورمنس میره بالاتر. یعنی به فرض رو حالت کوالیتی شاید مثلا یکی از گرافیک شما رو بگیره، رو حالت پرفورمنس شاید مثلا 300 مگابایت بگیره. بنابراین رو فایل ریویت که فایل خیلی پیچیده و شلوغی هستش، مخصوصا حالا با تاثیرات مختلف و حالا دیسیپلین مختلف، بهتره که شما این ابزار رو استفاده بکنید برای اینکه بتونید سرعت کار با ریویتتون رو ببرید بالا، مخصوصا تو موقع ویوپورت گرفتن حالا یا چرخوندن مدل و
استفاده کردن از حالت مختلف ویوپورت. پس به این صورت شما میتونید بزنید حالت سوم، بعد برای سیو هم که خب اپلای استفاده اپلای میزنید و این تنظیمات اعمال میشه تو دستگاهتون. حالا یه حالتی هستش که به فرض شما کارت گرافیکتون اینتل هستش، اینتل یو اچ دی گرافیک، این گرافیکی هستش که به صورت اینتگریتد روی سی پی یو اینتل نصب هستش. البته یه سری از سی پی هایی که پسوند اف دارن، خب این دستگاه ها این سی پی ها گرافیک اینتل اچ دی ندارن، ولی معمولا دستگاه ها حالا فکر کنم مثلا نسل 4 یا 5 سی پی یو به بعد، از نسل هاسپل به بعد، از نسل آی وی بریج به بعد، یه گرافیک یه کارت گرافیک روشون هست، حالا مثلا 520 تا 620 اینتل. شما میتونید تنظیمات کارت گرافیک اینتل یا یو اچ دی گرافیک رو باز بکنید، بیاد تو قسمت، حالا اینجا که مربوط به مصرف برق میشه، این قسمت مربوط به نمایش. در افزار ربیت رو مثلا به فرض از سی پروگرام فایل اتودسک بهش نسبت بدین، حساب بکنین و تنظیمات حالا بالاتر و با کیفیت بالاتر رو براش انجام بدید، که مثلا حالا رو حالت های پرفورمنس به شما خروجی گرافیکی بده. حالا یه مورد دیگه هم که باید عرض کنم خدمتتون، ببینید شما اگه معمولا حالا لپتاپ ها یا مانیتور ها صفحه نمایششون در حد حال فول اچ دی هست، ولی اگر دستگاهی داشتین که صفحه نمایشش، این رزولوشن خود صفحه منظورم نیست، این رزولوشن صفحه ببین این رزولوشن چیزی هستش که حالا به صورت ریکامنده تو این دستگاه تعریف شده، ولی قابلیت لپتاپ حالا یا مانیتور اگه به فرض 4K باشه، یعنی پیکسل اسپکت ریشیو 3840 در 2160، این باعث میشه منابع خیلی زیاد از کارت گرافیک اشغال بشه فقط واسه دیسپلی کردن و نمایش دادن تصویر به شما، و اینکه کارت گرافیکتون خیلی درگیر میشه فقط واسه نشون دادن تصویر، ولی خب اصلا نمیتونه واسه ربیت پردازش کافی انجام بده. بنابراین توصیه میشه که خیلی رزولوشن تصویرتون بالا نبرید و به این صورت میتونید یه تصویر متناسب داشته باشید در مقابل پرفورمنس خیلی بالاتر، که به این صورت میتونید از کارت گرافیک بیشتر استفاده بکنید.